ایران گمشتپه در ساعت 4:10 دقیقه بامداد روز دوشنبه 25 تیر یک کشتی بخاری روسی به ساحل ایران نزدیک می شود. لنگر انداختن آن در ساحل گمشتپه واقعی مهم و غیر منتظره ای نیست، زیرا در حدود 100 سال است به دنبال تحمیل قراردادهای استعماری و ظالمانه گرستان و ترکمانچای عقد کشتیرانی در دریای مازندران از ایرانی ها سلب شده و انحصاراً به ناوگان جنگی و بازرگانی روسیه داده شده است. نام این شب حاج خلیل بغدادی است که از مسافرین کشتی کریستوفرس است. او ادعا می کند یک تاجر عراقی تبعی عثمانی است و به اتفاق همراهان خود چندین صندوق حاوی آب معدنی برای فروش از اروپا به ایران آورده است. اما زیر نقاب حاج خلیل بغدادی شخصیت مرد دیگری وجود دارد که محمد علی میرزای قاجار خوانده می شود. درون 14 صندوق حاوی آب معدنی ادوات و ابزار و قسمت‌های گوناگون 3 دستگاه توپ بزرگ اوخاسیوس اتریشی، صدها گلوله توپخانه، 4 دستگاه مسلسل سنگین و هزاران قبض تفنگ و میلیون‌ها فشنگ جاسازی شده است. در مازندران، گرگان، آذربایجان، لرستان، کرمانشاهان و کردستان گردنکشان و ماجراجویان زیادی اسلحه به دست گرفته و در انتظار لحظه معهود به سر می‌برند. محمد علی میرزا پس از هفته ها گفتگو و مذاکره با مامورین سیاسی و جاسوسی روسیه تزاری و صرف صدها هزار تومان پول و ماها وقت به ایران گام نهاده است. چاو سلطنه برادر محمد علی میرزا جرای عملیات تعرض به سوی تهران را عهده‌دار می شود. سالار دوله برادر دیگر محمد علی میرزا ناگهان از کردستان سردر می آورند. اوضاع در تهران وخیمتر و آشفته‌تر از هر زمان دیگر است. 28 تیر ماه محمد علی میرزا استراباد یا گرگان کنونی را تصرف می کند. امیر بهادر توپخانه اوخاسیوس را از صندوق ها بیرون می آورد. مورگان شوستر آمریکایی مستشار مالیه ایران پیشنهاد می کند برای کشندگان و دستگیر کنندگان محمد علی میرزا شاه السلطنه و سالار الدوله جایزه ای تعیین گردد. 11 مرداد اشرف یا بهشهر به وسیله نیروهای محمد علی میرزا اشغال می گردد. روز بعد ساری به تصرف محمد علی میرزا در می آید. علی خان ارشد الدوله با 3000 تن از ترکمنها شاهرود را تسخیر می کند و پادگان دولتی آن شهر به وی تسلیم می شود. یپرم خان مأمور جلوگیری از شورش متجاسرین می شود. از راه دریا و زمین محمد علی میرزا را محاصره می کند. ولی علارغم این پیروزی ها ارشد الدوله پس از تصرف دامغان، سمنان و شاهرود ناگهان سر از امامزاده جعفر ورامین در می آورد. دولت و رجال سیاسی به شدت متوحش می شوند. مردم به دو گروه تقسیم می شوند. عده‌ای قصد فرار می کنند و عده‌ای از ترس جان آماده استقبال می شوند. در آذربایجان صمد خان شجاع الدوله به حمایت از محمد علی میرزا و به تحریک روس‌ها قیام می کند و بنای کشتار مخالفان را می گذارد. 13 شهریور یپرم خان و سردار محتشم بختیاری در جبهه امامزاده جعفر برامین رویاروی ارشد الدوله قرار می گیرند. پس از جنگی هولناک ارشد الدوله دستگیر می شود و بامداد روز بعد متعاقب تشکیل یک دادگاه صحرایی تیرباران می شود. پختیانوف کنسول روسیه در تهران به بهانه توهین ژاندارم‌های خزانه به سفارت روسیه خواهان اخراج شوستر می شود. در تبریز شورش بزرگی آغاز می شود زیرا روس‌ها به جان و ناموس و مال مردم تجاوز می کنند. روس‌ها شهر را با توپخانه بمباران می کنند. کسروی می نویسد به هر خانه‌ای در می آمدند، زن و مرد و بزرگ و کوچک را زنده نمی گذاردند و بسیاری را در تنور انداخته، نفت ریخته، آتش می زدند. روس‌ها در مشهد گنبد حضرت رضا را به توپ می بندند. در رشت و انزلی عده‌ای را به دار می آویزند و این پاداشی است که افسران روسی به پاس میهمان نوازی ایرانی ها دانها می دهند. اردیبهشت 1291 در تهران یپرم خان برای بار دیگر مأمور جلوگیری از طغیان سالار دوله در همدان می شود که پس از اعدام و سوزاندن عده زیادی از مأمورین دولت ادعای پادشاهی می کند. در میان سپاهیان او یاور رضاخان افسر قزاقخانه که داوطلبانه با گردان تحت فرماندهی خود به یپرم خان پیوسته است دیده می شود. رضاخان افسر مسلسل علارغم خواست فرماندهان روسی قزاقخانه در سلک نخستین داوطلبان به همدان می شتابد. رضاخان افسر قزاقخانه عقیده دارد که قزاقخانه در جدال مرگ و زندگی میان آزادی خواهان و مستبدین نباید بی طرف بماند.
زیرا آبشخور مستبدین روسیه تزاری است. در 29 اردیبهشت یپرمخان در حین محاصره قلعه عبدالباقی خان چهاردواری به قتل میرسد. در این هنگام یاور رضاخان شخصا پشت مسلسل مینشیند و آنچنان متعبرانه میجنگد که نیروهای دولتی با حلحله و هورا به قوای فودالهای طرفدار سالار دوله حمله ور میشوند. رضاخان به انتقام خون یپرمخان دمار از روزگار متجاسرین در میآورد و روزگار را به آنان سیاه میکند. بنا به عقیده اعظم الوزاره صاحب کتاب تاریخ 100 ساله ایران، اگر رضاخان در جبهه شورجه حضور نداشت کار آزادی خواهان تباه بود، زیرا تنها امید دولت یپرمخان بود و با مرگ او سالار دوله و یارانش به راحتی می توانستند تا تهران پیشروی کنند و بدین گونه چهره رضاخان در عرصه سیاست ایران درخشیدن می گیرد.